درود بر شما. دهم اسفند ماه 1397 خورشیدی و یکم مارس 2019 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به آرمان گریزی و سیاست زدگی جامعه جوان ایران. چرا قبل از انقلاب روشنفکر به معنای معترض به قدرت و به وضع موجود، روشنفکر الگوی جوانا بود؟ امروز شاخهای اینستاگرام و سلبریتی هایی که بذارین درباره شون من چیزی نگم، چرا این همه شاعر و خواننده و ترانه‌سرای کمسواد داریم که الگوی ده ها میلیون جوان و نوجوان ایرانن؟ چون شاعر و خواننده و ترانه‌سرای باسواد نداریم و فقط سواد مدرسی من منظورم نیست، که بسیار البته مهمه. یک املای درست توی کامنت های شبکه مجازی، یک پاراگراف که املاش درست باشه اگه پیدا کردین به بنده بگین، من اسمم میذارم غلامرضا. البته این مهمه، ولی بحث اساسا بحث محتواست و اینکه خواننده و ترانه‌سرای باسواد هم داریم اما همه در حاشیه‌ان. چرا اغلب جوونا به سیاست علاقه ندارن؟ چیزی از سیاست نمیفهمن ولی عاشق پولن. میشه گفت که این آینه نظام سیاسی حاکمه که 40 سال جامعه رو بیفرهنگ کرده. ببخشید رک میگم دیگه، بذارین بحث روشن و رک امشب انجام بدیم تا یه مقدار روشن بشه وضعیت و شاید یه خود به فکر بیفتیم که چه باید کرد. تنها معیار ارزش ها اسلام حکومتی است، این روشنه، اما آیا این همه ماجراست؟ در برنامه امشب درباره همین موضوع صحبت میکنیم. بعدم البته پرده آخرم خواهیم داشت، آخر برنامه، تقدیمی این هفته در واقع به همه پزشکان، جراحان و مدیران بیمارستانه که اگه خودت یا زن و بچت در حال مرگ باشین اما پول کلفت نداشته باشین، از مطب و بیمارستانشون میندازنتون بیرون. پول معیار جان و ارزش انسان هاست در این نظام پزشکی. تقدیمی امشب به دکتر رامین سامی و دکتر مرتضی محمدی، اگه دکتر باشن به هر حال، با این پیشوند در رزومشون در سابقه شون نوشته شده در بیمارستان خورشید، رئیس و مدیر بیمارستان خورشید در اصفهان. به من گفتن که تو دفترچه بیمه سلامته، اون 20% بر ما نمی صرفه، اولویت با مریضایی که پول قلمبه‌ای بازار و دستش اینجوری کرد، گفت که انسانیت کنیم، ما پول هم میشتازیم و جلو همه پرسنل گفت که وهابی اولویت با مریضایی که پول قلم بمیدن و همه امروز اگه بیمارستان رو ترک نکنیم با نگهبانی با آدنگی میدازیم بیم و من رو همین کار کردم. به نگهبان گفتش که یعنی خودش اساساش رو بذار کنار بیم و من رو همراه با اساسیم پولو سندم داره بیمارستان خورشید و من تا نوی شب از بس که سوز و سرما به پهلوام خورد مشکل کلگردن دارم، از دست سرما شدید به پهلوام خورد دیروز تالا کمرم مثل سنگ شده و شب تالا ها رو بعد شب نوی شب به خانم که اومده بود داراش ها دارتون سجا بگیه دید من کنار کچه دم رفت بودم، من رو دستم رو گره با از آزام برو تو دارخونه سجور با اینجا بشی که از سرما یخ نزنی و فردو باید دست مدیر شکایت کن. دیشب که من تو دارخونه سجور بودم دوباره مجبور شدم اساسای منو آوردن تو بخش بروستن آوردن تا فردو صبح کنار بخش بمون تا برسی سجور دو ساعت بود و من از دیشب دارم کنار بخشم از شدت سردرد و مشکل ریه دارم میمیرم، دارم هم به زور قد کردن، من داره فشاق رو باید بخورم، داروی ریه باید بخورم، همین رو قدش کردن و میگن که اولویت با مریضایی که پول میدن و
و من الان اگر بردم خونم گردنه. رئیس بیمارستان آقای دکتر سامی و مدیر بیمارستان آقای دکتر محمدی و بهسوسی. رهبر جمهوری اسلامی همیشه از ضرورت سیاسی بودن و آرمانگرا بودن جوان‌ها صحبت کرده که البته که جوان‌ها رو سیاسی میخواد، اما در قاموس او یعنی آدمی که چشم گوش بسته ولی فقیه و نظام حاکمه. سعی دشمنان این است که جوان ما را لاابالی بار بیارن، نسبت به انقلاب بی تفاوت بار بیارن، روحیه حماسه و انقلابیگری رو در او بکشن و از بین ببرن. جلوی این باید ایستاد. جوان روحیه انقلابیگری را باید حفظ کند و مسئولین کشور جوانهای انقلابی را گرامی بدارند. این همه جوانهای حزب اللهی و انقلابی رو برخی از گویندگان و نویسندگان نکوبند به اسم افراطی و امثال اینها. جوان انقلابی را باید گرامی داشت، باید تشویق کرد به روحیه انقلابیگری. این روحیه است که کشور را حفظ می کند، از کشور دفاع می کند. این روحی است که در هنگام خطر به داد کشور میرسد. ببینین در جمهوری اسلامی همه میدونیم که همونطور که ارزش ها واژگون شده، واژه ها هم واژگون شده در معنا و همه چیز جابجا شده، انقلاب و ضد انقلاب. و الان مثلا خامنه ای میگفت که هر چی که الان گفت نظام جمهوری اسلامی بجاش گفت کشور بجاش نظام جمهوری اسلامی باید بزنین. یعنی میگه این حزب اللهی فلان و بهمان با انگیزه انقلابی، همه این صفت هایی که میگم چپندر قیچی میده به پخش میکنه، اینها میگه موقع خطر به داد نظام میرسن، به داد کشور میرسن. اینا قطعا به داد نظام میرسن، بله، تا سنگر آخر از حکومت دفاع میکنن. این که میگم تا سنگر آخر، یعنی این که چه در انقلاب 57 چه تا امروز یک جنگ قدرت دیگه. در انقلاب 57 همه کسانی که روحانیت سرکوبشون کرد، کنارشون زد و قدرت رو کسب کرد، قدرت رو ازشون گرفت، اینها از روحانیت شکست خوردن دیگه. روحانیت پیروز شد. تا امروزم این عرصه هست، یعنی در این زمینه خامنه ای همیشه درست میگه، میگه این یک جنگه، بله، که حالا میگم دربارش صحبت میکنیم. این تیکه رو به هر حال پخش کردم تا تفکیک روشنی داشته باشیم همین اول کار بین آرمانهای انسانی و سیاست حاکم. آرمانی که ما ازش امشب صحبت میکنیم، هدف گذاری برای تغییر وضع بدبخت کننده موجوده و این چیزی نیست که توی صرفاً منفعت شخصی باشه. اون چیزی که اول تو مقدمه گفتم برای جوان امروز چرا پول فقط مهمه، چون آدم خیلی چیزها رو ممکنه از دست بده تا یه جمعی یا جمعیت و جامعه‌ای به آزادی و رفاه برسه. این همیشه در تاریخ بوده، امروز هم هست، در تاریخ معاصر ما هست. این اون آرمانگرایی است که ازش صحبت میکنیم. موقعیت بحث ما موقعیت امروز جامعه ایرانه، جامعه جوان ایران، اینکه در کجا ایستاده، دنبال چیه، آیا اصلا هدفی ورای اون چیزی که تو زندگی روزمره دنبالشه داره، یا هر روزشو با مقدراتی که نظام حاکم براش تعیین کرده در اقتصاد، در اجتماع، در سیاست داره دنبال میکنه. چند تا مثال بزنم که از این کلیات در بیم. ببینید قیمت اجناس مدام در حال بالا رفتنه، درآمد اکثریت جامعه جوابگو نیست، ولی به هر حال یه جوری آدم زندگیشو با هر بدبختی باشه میگذرونه. یعنی چی؟ یعنی خودشو وفق میده با شرایطی که به وجود اومده. کی به وجود میاره این شرایطو که من نوعی خودمو باید باش وفق بدم؟ یا مثلا میگن صدای آواز خوندن زن نباید در جامعه مردان پخش بشه. این میشه مقررات و قانون میشه که من نوعی بهش گردن میذارم گرچه باش مخالفم. میگن به مقامات حکومتی نباید انتقاد کنم.
مقررات میگوید نوشتن و فیلم ساختن درباره دین و مذهب حاکم ممنوعه مگر اینکه ازش خوبی بگی. منم میگم چشم، زندگی و کارمو ادامه میدم. این مثالا رو در هر زمینه اجتماعی و فرهنگی و سیاسی دیگه میتونین بیارین. یعنی هم که از خونه میریم بیرون همه این مثالا روشن جلوتون. فکر و فرهنگ اعتراض هم وجود نداره حتی در داخل خونه و در ذهن من و شما. جاشو به پذیرش وضع موجود میده. راهی پیدا کنیم ببینیم چجوری میتونیم تحمل کنیم وضع و تاب بیاریم اینو و زندگیمونو به سرمنزل مقصود برسونیم. اون مقصودم گفتم نهایتا اینه که ما به رفاه شخصی، پول همه چیمون باشه، به رفاه برسیم. برای همین دروغ میگیم، حق بازی میکنیم، کلک میزنیم. در خدمت دو مهمان ارجمند هستیم، آقای دکتر مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز نیویورک و آقای فرج سرکوهی روزنامه‌نگار. خوش آمدید هر دو مهمان ارجمند به برنامه امشب. صفحه آخر اجازه بدید که از آقای سرکوهی شروع بکنیم. آقای سرکوهی، جمهوری اسلامی از حکومت‌های استثنایی است که جامعه رو سیاسی می‌خواد. چه تفاوتی هست بین آرمانی که حکومت ترویج میکنه با آرمان خواهی که هدفش تغییر وضع موجود؟ ببینید، وقتی ما صحبت از آرمان خواهی میکنیم یعنی اینکه کسانی که وضعیت موجود رو نمیپذیرند و میخوان وضعیت موجود رو کلن در هم بریزن و یک وضع نوعی به که انسانی تر هست به اصطلاح مستقر بکنن. حالا اون چیزی که جمهوری اسلامی، آقای خامنه‌ای و دیگران راجع به آرمان خواهی و نمیدونم سیاسی بودن میگویند، در واقع اون پدیده ای است که زبانشناسا بهش میگن سوء استفاده از زبان، یا در واقع من بهش میگم تجاوز به زبان. یعنی شما یک سری واژه‌هایی که بارها و معنی‌های مشخصی داره در طول تاریخ این معناها رو به خودش گرفته رو مصادره می‌کنی به زور، به اتکای سانسور، به اتکای قدرتی که داری، و بعد اینها رو در معنای دیگری به کار می‌بری. وقتی که آقای خامنه‌ای یا حکومت اسلامی میگه آرمان‌خواهی انقلابی، منظورش کسانی است که برای حفظ حکومت تلاش می‌کنند و اینها وقت به پشتوانه نهادهای امنیتی، سپاه، پاسداران، وزارت اطلاعات، بسیج، غیره هم هستند، در حالی که آرمان‌خواهی کسی که بعضی موجود می‌خواد در هم بریزه و قدرت پشتوانش نیست. اینها در واقع همون بسیجی‌های موتورسوار اینها هستن که قدرت پشتوانشون هست، و کسانی هم که حتی مأمور نیستن، مثلا اعتقاد دارن، هم متکی به این قدرت هستند و نمی‌خوان وضع موجود رو تغییر بدن. وقتی هم که میگه سیاست، در واقع اون سیاست رو عبارت از تبلیغ ایدئولوژی و سیاست‌های جمهوری اسلامی میدونه. بنابراین در واقع این نه به اون مفهوم سیاست هست، نه به مفهوم آرمان‌خواهی. همونطور که گفتم، آرمان‌خواهی یعنی دگرگونی وضع موجود. حالا در اینجا ما با چند تا پدیده در ایران، ما با یک آبستون، همونطور شما گفتین، ما یک آبستون بیماری های اجتماعی داریم که میشه آسیب شناسیش کرد و برخی نمونه هاش رو گفت. جمهوری اسلامی از آغاز با دو تا میکانیزم حذف و سانسور و سرکوب و کشتن و شکنجه و غیره و میکانیزم سرمایه گذاری برای ایدئولوژی خودش کوشیده به اصطلاح هژمونی فرهنگی، هژمونی نظام ارزشی جامعه رو به دست بیاره. وقتی ما میگیم آرمان خواهی، شما میگین آرمان خواهی فقط یک کلمه نیست. آرمان خواهی یک نظام ارزشی باشه، مثلا نظام ارزشی باشه هستش که آدم‌ها به فکر دیگران هستن، آدم‌ها مثلا از منافع خودشون می‌گذرن به خاطر تحول جامعه، آدم‌ها از جان خودشون می‌گذرن به خاطر جامعه. این یک نظام اخلاقی ارزشی هم اون پشت است که این نظام اخلاقی ارزشی در جمهوری اسلامی به اصطلاح تخریب شده. حالا اینم توجه بکنیم که عوامل گوناگونی رو میشه گفت که چرا چنین وضعیتی به وجود اومده. عوامل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، به هر حال یادمون باشه که در ایران یک انقلاب شکست خورد و به نتیجه یک تراژدی وحشتناک، یک فاجعه وحشتناکی منجر شد. این خودش سبب میشه به اصطلاح در نسلی که انقلاب کرده اون این بسا آرمان خواهی لکه‌دار بشه. جنگ بوده، سوء استفاده، تجاوز حکومت به زبان بوده، اینا عواملی است که وجود داشته. عواملی، اما در این حال دو تا عامل خیلی مشخص هستش که به خصوص در دو دهه اخیر یعنی در کار هستند و این عوامل در تخریب آرمان‌خواهی و در تخریب نظام ارزشی و اخلاقی جامعه نقش بسیار مهمی داشتند. یکی اون به اصطلاح فرهنگی که اصلاح طلبان حکومتی ترویج می‌کنند به جامعه و دنباله طرفدارانشون در خارج کشور، در دانشگاه‌ها و غیره و غیره، و دیگری اون ریل‌گذاری امنیتی، یعنی حضور نهاد امنیتی در عرصه فرهنگ. اصلاح طلبان حکومتی تمام به اصطلاح ایدئولوژی و مبنای تفکر و فرهنگشون این هستش که
این چارچوب ناگزیر جز این هیچ راهی نیست. شما باید در همین چارچوب باشین. اگر این چارچوب هم بریزه الو بله میشه. بنابراین شما باید چارچوب فکری، سیاسی، قانونی جمهوری اسلامی رو بپذیرید. حالا به تغییرات جزئی در درون این نظام دلخوش کنید، یعنی خودتون رو با نظام تطبیق بدین، در صدد تغییر نظام نباشین. این یک وجه که این اصلاح طلبان با توجه به کشمونی سیاسی رو گرفتن و با توجه که صاحب اصلاح دیگران اجازه حضور رسانه‌ای ندارن در ایران، حضور سیاسی هم ندارن، اینها در واقع انحصار رسانه‌ای رو در اختیار گرفتن، تونستن ایده هاشون رو به نسل جوان که به اون لایه های میان درآمدی که در جمهوری اسلامی پدید آمده بودن ترسیل بکنن. از طرف دیگه نهادهای امنیتی ما دقیقاً می‌بینیم که نهادهای امنیتی آمدن در فرهنگ دخالت کردن که معمولا نباید بکنن و برنامه‌ریزی به قول خودشون مهندسی کردن، خودشون اصلاح ریل گذاری رو به کار می‌برن. یعنی ما اینجوری ریل تعیین می‌کنیم، بقیه تو این باید حرکت کنن. این ریل گذاری که در سینما ما می‌بینیم، در تئاتر می‌بینیم، بعداً اگر خواستیم من می‌تونم مثالاشو بزنم، در تلویزیون، در همه جا می‌بینیم، این ریل گذاری در واقع اساسش این هستش که اون چیزی که هست رو باید پذیرفت. شما حد اکثر می‌تونید انتقاداتی به اون داشته باشید. حالا در اینم توجه بکنید که در دنیا یک اتفاق بسیار مهمی افتاد و اون این بود که وقتی که به اصطلاح اون روش‌های نئولیبرالیستی آمد، همراه با خودش اندیشه‌های پست مدرن رو آورد و این در واقع گفتش که همه ارزش‌ها مساوی هستند. وقتی شما میگین همه ارزش‌ها مساوی هستند، اون وقت یعنی خوب و بد در کنار هم مساوی تلقی میشن و تغییر فقط جزئی هست. این رو هم گفتن و این به اصطلاح پایان تاریخ است. نظام سرمایه‌داری همینه، فقط شما میتونید درش تغییرات جزئی بدید. این در اروپا و آمریکا یک زمینهای اجتماعی اقتصادی و غیره ساختاری داره. در ایران توجه کنید، ما اقتصاد رانتی نفتی و حکومتی داریم و چون این زمینهای به ندرت دیده میشه، اما مجلات مثلا حزب کارگزاران، نمیدونم این مجلات به اصطلاح روشنفکری، اندیشه پویان، نمیدونم چه و چه، اینها در واقع همین رو تبلیغ میکردن و تبلیغ میکنن. چیزی که من یک نکته بگم برای که بعد میتونیم بقیه بحثا در بحث ادامه بدیم اینه که در همه دنیا این هستش که ما سلبریتی بیمایه داریم، هنرمندان بی سواد داریم، نمیدونم به اصطلاح های بیمایه داریم. اینا رو بذارین خورد بکنیم تا در فرصت محدود بتونیم یه مقدار مشخص‌تر بهش بپردازیم. این نکاتی که شما فرمودین، اجازه بدین در مورد سلبریتی‌ها اونها هم صحبت می‌کنیم. بذارین من بیشتر می‌خوام ربطش بدم در همین آغاز کار به سیاست زدگی آیه دکتر مرزاد بروجردی که آرمان‌گریزی درش سیاست زدگی است، شامل اینم میشه. تو ایران یه دست نویسنده و روزنامه‌نویس‌ها و دانشگاهیام هستن که میگن دوره عوض شده، وگرنه آرمان‌گریزی و سیاست‌گریزی نیست، وضعیت عوض شده. جوونا دیگه الگوشون مثلا چگوارا نیست، الگوشون بیل گیتس و دنبال بیشتر الگوهای علمی ان. مثلا من یه دونه براتون بخونم از این نوشته هایی که: دنیا در دهه های 50 60 و 70 میلادی به سمت آرمان خواهی پیش می رفت، اما اکنون این اشتیاق در همه جای دنیا فروکش کرده و فقط مختص ایران نیست، دنیا به سمت سوی دیگری می رود و اگر مایل به تغییر هستیم باید مدل های جهان امروز را تجربه کنیم. تجربه گذشته دیگر از مدل افتاده اند. ببینید این حتی اگر توصیف واقعیت باشه آقای بروجردی، من سوالم این است که این فکر، این واقعیت، حتی اگه بتونیم بهش بگیم واقعیت، این جوونا و جامعه رو به کجا میبره؟ بله، عرض کنم که من از اول از این شروع بکنم که درک من از مسئله آرمانگرایی یعنی این که پیگیری مصرانه یک سری اصول اهداف. سیاست رو ایده ها می سازن، این بیان واقعی آنچه هست که در سیاست هست. بنابراین حالا چه در چشمنداز ما حکومت اسلامی باشه، جمهوری خلق باشه، نظام دموکراتیک باشه، نظام سلطنتی باشه، سیاست عرصه برخورد این نوع ایده ها هستن. جنبش های اجتماعی نشأت می گیرن از این نوع ایده ها. بس بنابراین تفاوت در مسئله نوع آرمان هست، نه اینکه آیا باید وجود داشته باشه یا نه، چون رقابت سیاسی نیازمند عرضه کردن یک تصویر متفاوتی از آینده توسط این گروه یا اون گروه هست که ما باش روبرو هستیم.
به نظر من اون نقل قولی که شما آوردین کاملا درسته. من هم فکر میکنم که اوضاع با گذشته فرق کرده. به این دلیل ببینین 20 سال پیش یک استاد علوم سیاسی در امریکا به اسم آقای راسل جاکوبی یک کتاب خیلی خوبی نوشتن به عنوان پایان مدینه فاضله، سیاست و فرهنگ در عصر بی‌تفاوتی. حرف آقای جاکوبی دقیقاً یک چنین چیزی بود. ایشون میگفتن که به عنوان یک متفکر چپ این حرفا رو میزد، میگفت ببینین واقعیتی که اتفاق افتاده این است که نیروهای چپ خیلی دور شدن از ایده هایی که در گذشته داشتن. اگر در گذشته ایده مثلا رد بازار بود، نگاه به اصطلاح بالا به پایین بود از به فرهنگ عامه، عرض کنم رد پلورالیسم بود به عنوان یه چیز بی‌معنی و تلاش بود برای یک ساختن دنیای بقایت متفاوت، ایشون میگه امروزه به نظر میاد همه اینها رو عمده نیروهای چپ واقع‌گرا کنار گذاشتن، یعنی کفگیر به ته دیگ خورده از لحاظ اینکه ایده جدیدی ارائه بکنیم. بنابراین هم و غم شده اینکه نه اینکه بریم دنیای دیگری بسازیم، بلکه بیایم همین دنیای فعلی رو که داریم با تغییراتی این بر و اونور به اصطلاح شایسته زیست بهتری بکنیم، نه اینکه پلورالیسم رو کنار بگذاریم بلکه اون از آن خود بکنیم، فرهنگ عامه رو رد نکنیم، مذمتش نکنیم، بلکه بیایم سعی بکنیم ببینیم در درون اون میشه چه کارهایی رو انجام داد. به نظر من اینا ربط داره به یه وقایع مهمتری هم که صورت گرفته، زوال و فروپاشی شوروی و اون نوع سوسیالیسم دولتی در کشور ما ایران، مسئله واقعا ورشکستگی مدل ولایت فقیه در عرض این 14 دهه گذشته و کارنامه ناموفقی که از خودش به جا گذاشته، صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی راجع به اینکه باید جوان‌ها انقلابی بمونن، فکر می‌کنم که این رو در نظر نمی‌گیره که خصلت انقلابی بودن و آرمانگرا بودن رو شما در هیچ انقلابی 40 سال بعد از اینکه اون به وقوع پیوسته نمیتونین اون رو نگه بدارین و فکر بکنین مردم همون شکل دارن انجام ده. بنابراین بیایم و برای به جای مذمت کردن اتفاقاتی که داره میفته، به نظر من باید از یه دید کلان جامعه شناسی از خودمون بپرسیم جوامعی مانند ایران چه تغییراتی کردن. برای مثال به نظر من جامعه ایران در از 14 دهه گذشته 3 تغییر اساسی کرده که آرمانهای گذشته رو تا حد زیاد زیر سوال برده. جامعه شده جوان، جامعه شده شهری و جامعه شده که باز سواد خواندن و نوشتن و غیره در این حکومت بالاتر از گذشته رفته. بنابراین بلتب باید منتظر بود که نسلی که برخواسته بعد از انقلاب هست و این خصوصیات رو داره بیاد و به چالش بکشه بسیاری از آرمان‌های چه حکمرانان رو چه نیروهای مخالف رو که فکر میکنن ایده هاشون دیگه بیان خواسته این نسل امروز ما نیست. خب آیا دکتر بروجردی، بحث این است که آیا این ظرفیت رو داره جامعه جوان ایران که بیاد به چالش بکشه در این 2 حوزه الان؟ این توان و این ظرفیت رو داره در جای این جای وایستاده که آدم بتونه این انتظار ازش داشته باشه؟ خب ببینید به نظر من اگر بخوام هم میشه نکات مثبت این مسئله رو دید هم در نکات منفی. نکات منفی رو فکر میکنم خیلی خوب شما در اول بحث برشمردین. به هر حال واقعیتش این است که این نگاه به پول، بی تفاوت شدن مردم در آنچه در جامعه داره اتفاق میفته، به هر حال اینها هم خودش برخواسته از شرایط اجتماعی است. برای مثال هیچ روانشناس، هیچ جامعه شناسی به شما نمیگه که مثلا افسردگی وقتی در این ابعاد وسیع در یه جامعه پیدا میشه شما نرین و سرنخ اون رو نخواین در جامعه پیدا بکنین. اما از سوی دیگه اگه بخوایم به نکات مثبتش هم ببینیم، اینو میشه گفت که بله، وقتی که میبینیم امروز نسل جدید به دید تمسخر نگاه میکنه به شعارهایی که رهبران و موعظه هایی که جمهوری اسلامی و رهبرانش دارشون میدن، نگاه میکنه کمبودهای ایدئولوژی که این رو میبینه، نگاهش به مسئله زن رو برای مثال میبینیم که به تمسخر میگیره و غیره، به نظر من اینها شاید بشه اگه با یکم ارفاق صحبت کرد که جامعه هم یک تلنگری خورده و داره فکر میکنه به این که
اون نظام بهتری که باید به وجود بیاد چی است؟ ولی آیا اینکه به اونجا رسیدیم، آیا اینکه به اصطلاح کارنامه فکری، تولیدات فکری واقعا قابلی بیرون اومده که به آدم امید بیشتری بده، متاسفانه به نظر من هنوز پاسخ نه است. بله. آقای سرکوهی، من قبل از اینکه سوالای بعدی رو مطرح بکنم، از جمله نکاتی که شما داشتین ادامه میدادین و من قطع کردم صحبتتون رو، خواهش می‌کنم 2 دقیقه اگر نظری دارید درباره صحبت‌های دکتر بروجردی بفرمایید تا بعد ادامه بدم. اتفاقا ادامه بحث بدون اینکه من نظرم رو راجع به بخش از صحبت ایشون بگم ممکن نیست، یا لااقل برای من ممکن نیست، چون ایشون صحبتشون رو با یک پروپاگاندا تبلیغات به نظر من معذرت میخوام، من دادم سریعا بیمایه علیه چپ شروع کردن و همون حرف هایی که معمولا توی میزنن که این چپ ها اله بودن بله بودن، نگاه از بالا داشتن، نمیدونم چی، و مثل همه تبلیغات اساس فرهنگ چپ رو مخدوش کردن، تحریف کردن. چپ بر اساس عدالت اجتماعی بنا شده، نه بر اساس نگاه از بالا به مردم یا غیره که ایشون گفتن. و به نظر من خوب بود که بحث در واقع به این شکل نمیرفت. حالا من نمیخوام به جزئیات بپردازم، اما نکته‌ای که به خصوص در مورد فرهنگ عامه گفتم، چون دیگه یه بحث جدی تخصصی، حوزه تخصصی من هم هست، اینطور نبوده که چپا گفتن ما از نگاه بالا به فرهنگ عامه نگاه میکنیم غیره و غیره، چه بحث اخلاقی نیست، بحث تلاش برای برکشیدن و ارتقاء فرهنگی جامعه است. اگه خواستن بعداً براشون توضیح میدم چه تفاوتی وجود داره. بعد یک نکته در مورد ایران گفتن که بسیار مهم است، به بحث ما مستقیم مربوط است، به سوال شما هم گفتن در ایران تحولات شده، نسل جوان آمده، چه آمده بسیار خوب هست، اما ایشون اصلا توجه ندارن به عرصه به اصطلاح فرهنگی و سیاسی جامعه ایران. اینها درست همونطور جامعه ایران رو میبینن که اروپا رو میبینن، که آمریکا رو میبینن. اینا توجه نمیکنن که ما در ایران با استبداد و دیکتاتوری روبرو هستیم، با بدترین شکلای تبعیض روبرو هستیم، با سرکوب فرهنگ روبرو هستیم، با انحصار فرهنگ در دست حکومت روبرو هستیم و با ریل گذاری نهادهای امنیتی که فرهنگ رو ریل گذاری میکنن. این جوری به نظر من دیدن جامعه خیلی چیز، یعنی یه کلیاتی رو مثلا میگیم در هر مورد صادقه، در هر مورد صادق نیست. ما توجه بکنیم که وقتی ما صحبت از بعدم ایشون آرمان گرایی ولایت فقیه کنونی رو گذاشتن در کنار آرمان گرایی های انسانی، این اصلا درست نیست. من عرض کردم آرمان وقتی میگیم یعنی کسی که میخواد یک وضع دیگری رو، حالا این وضع هر چی که از جایگزینی بعد بکنه، نه کسی که در تداوم قدرت استبدادی متکی بر تبعیض حرکت میکنه. این یک نکته. بعد حالا میگم اگه خواستین من بعدا راجع به این مسائل توضیح میدم. ببینید. اما سوال شما رو ببخشید میشه تکرار کنید؟ ببینید، پس بنابراین نه، من گفتم که همین در همین حد می‌خواستم بگم. اجازه بده شما حرف من قطع کردین، اجازه بدین منم یک نکته حرف شما رو قطع بکنم. شما یه سوال مطرح کردین که سوال بسیار مهمی بود هم اول بحثتون، که یکی گفته که دیگه جوان‌ها اینجور نیستن که برن دنبال مسائل علمی، میرن تغییر کرده. ببینین اصلا در اینم چیزیه که باز تبلیغات حکومتی میگه مرتب در ایران و در اروپا هم، که دیگه دوران آرمان ها تموم شده، دوران اندیشه های بشری تموم شده، دوران جزئی نگری است. من عرض کردم این اساس ویژگی های نئولیبرالیسم است. ما در پایان نئولیبرالیسم هستیم، در دوره هستیم که دیگه این حرف هایی که زدن یکی دو دهم خیلی مثلا جالب بود دیگه داره رنگ باخته. امروز وقتی ما از آرمان صحبت میکنیم در خود اروپا اینطوری نیست که مردم مثلا همه میرن دنبال هم، هیچ که دنبال سیاست نمیره. امروز ما شاهد احیای دو تا حرکت مهم در اروپا هستیم، جنبش های چپ که دارن دوباره احیا میشن، و متاسفانه جنبش های راست افراطی که به خاطر غیبت چپ و اینکه چپ ها ضعیف شده بودند البته قدرت پیدا میکنن. ما اینطوری نیست. این چیزی که در به خصوص من اینو حالا خطاب به آقای دکتر نمیگم، چون مدام نشریات کارگزاران فرنگی در ایران تبلیغ میکنن که دیگه نرین دنبال سیاست، دوران نمیدونم این فرا رسیده، دوران بیلیگیت فرا رسیده. در خود اروپا و آمریکا، خود در خود آمریکا احیای سندرز و آرایی که داره میاره نشون میده که اون دوران اوج نئولیبرالیسم که همراه بود با سیاست زدایی، همراه بود با نفی هر نوع اندیشه انسانی و آرمانهای انسانی، همراه بود با نفی هر ایده برای تغییر موجود، خوشبختانه به دلیل شکست نئولیبرالیسم در خود اروپا و آمریکا هم داره شکست میخوره. بنابراین این حالا تخمونده اینو برداریم برای توجیه نظام اقتصاد رانتی ایران به کار ببریم، عجیب هستش. ببینید آقای سرکوهی، من فکر میکنم که یه مقدار باز بیاین باریک بکنیم این بحث رو، بر میگردم امیدوارم بتونیم بحث رو جمع بکنیم که به همین موضوعی که شما فرمودین در پیوند با صحبت‌های آقای بروجردی برگردیم.
میخوام چند نکته رو روشن بکنیم اول در جریان بحث. یکی این که مسئله شعر و ترانه و موسیقی که من با در آغازم باهاش صحبت کردم، چیزی که آینه فکر و فرهنگ جوانان یک جامعه است. این همه متن بی سر و ته و بی معنی و مبتذل به اسم شعر منتشر میشه و طرفدار پیدا میکنه. این همه مراکز هم هست، از حوزه هنری انقلاب اسلامی گرفته تا جشنواره‌ای که درست میکنن فلان، این همه ترانه بد و بی ساخت و ساز و بی محتوا ساخت و پرداخته میشه و پخش میشه و این هم آدم کمالی هم به اسم سلبریتی، اما اون میدونیم مطرح میشن، طرفدار پیدا میکنن. چرا طرفدار پیدا میکنن؟ طرفداری به معنای الگو بودن منظورم. اون سوالی که در مقدمه مطرح کردم آقای بروجردی، خواهش ما اول شما بفرمایید، اجازه بدید آقای بروجردی، خواهش ما اول شما بفرمایید، چون ممکنه در پیوند با همون بحث قبلیتون باشه. ببینید قبل از انقلاب روشنفکر الگو بود، این نکته ای که بنده تکیه کردم در مقدمه. فرض بفرمایید شاملو ورای اینکه شاعر بود، روشنفکر الگوی بخش مهمی از جوانان بود در برابر قدرت، در نحوه مجادله کردن با وضعیت موجود، در این حال از در واقع منشور فرهنگ. بعد از انقلاب ما نداریم این الگوامون، همین سلبریتیان توی مثلا فضای مجازی. این تفاوت رو چگونه شما میتونید توجیه بکنید؟ اگه همچون که شما گفتیم واقعا این لزومش برگشتن به اون پاسخ قبلی هم هست. آقای سرگوی فرمودن که بس من پروپاگاندا بر ضد چپ بوده. نه، من اولا گفتم که داشتم نکات اساسی کتاب آقای راسل جاکوبی رو مطرح میکردم که این حرفایی که ایشون زد انتقادهایی بود که به عنوان یک متفکر چپ داره به اون تغییراتی که در نظام فکری چپ ها صورت گرفته صحبت کرد. اما اونجایی که با ایشون موافق نیستم این که گفتن که نه، چپ ها هیچ وقت فرهنگ عامه رو مذمت نکردن. این کاملا غلط است. در غرب رو بخواییم نگاه بکنیم، شما مکتب فرانکفورت رو بریم ببینین، کتاب های آقای هربرت مارکوزه رو ببینین در رابطه با فرهنگ عامه و اینکه فرهنگ والایی نیست و غیره، اینا چه صحبت هایی شده. بنابراین این یه نکته اول. نکته دومی که میخوام خدمتتون عرض بکنم این است که به نظر من روشنفکر و یا نمیدونم مثلا یک فرد چریک به هیچ وجه نمیتونه الگوی یک جامعه باشه. این خاص درستی از مردم عادی که درگیر زندگی روزانشون هستن نمیتونه باشه. در هیچ کشور دیگه هم فکر نمیکنم که مردم روزانه از خانهشون میان بیرون واقعا چشم دارن به این که مثلا روشنفکران اون طبقه اون جامعه اومدن چی براشون گفتن. در جامعه ما همونجوری که شما گفتین، بله آقای شاملو مهم بوده، در کنارش نمیدونم تختی بوده، در کنارش خانم گوگوش بوده، امروزه شده آقای علی دایی، خانم گلشیفته فراهانی و غیره و غیره. تغییراتی که من دارم میگم که در یک جامعه صورت گرفته، اگر ما بخوایم این شکلی ببینیم، میبینیم که این افرادی که شما سلبریتی مثلا ازشون نام میبرین، خب آیا نقشی که اینها مثلا در سیاست بازی میکنن رو میشه خارج از این که سیاست در ایران رقابتی شده، کالایی شده، عرض کنم چرا آقای حسین زمان و آقای تتلو برای مثال به کمپین انتخاباتی ها میرن؟ چرا یه آدمی مثل آقای رسول خادم که کشتیگیر است از شورای شهر تهران سر در میاره؟ اینها برمیگرده یک مقدارش به عنوان به اصطلاح عجین شدن سیاست با اون فرهنگ عامه و به اصطلاح استفاده‌ای که آدم‌های سیاسی، حالا از هر گروه نظری که هستن من مد نظرم نیست، همه از این سعی میکنن از این افراد، از این سلبریتی ها بکنن. در جامعه امریکا هم برای مثال که من دارم زندگی میکنم همین شکل. شما فکر میکنین برای مثال چند روز پیش مراسم آسکار بود در اینجا دیگه، خب چقدر این جامعه ذهنش مثلا معطوف میشه به این که خب کی در مراسم آسکار اومده، این خانم چه لباسی پوچیده، چه کسی چه جایزی رو برده، کی بغل کی نشسته و غیره و غیره. اینها رو فکر میکنم شاید باید با یک دید فراختری بهش نگاه کرد، به عنوان اون تغییراتی که صورت گرفته در فرهنگ عمومی جامعه. آقای بروجردی، بنابراین شما طبیعی میدونید اینها رو در جامعه ایران هم به عنوان بخشی از این پدیده جهانی. بسیار خوب.
به نظر من مطلوب نه من نه شما نه آقای سرکوه اینا نیست. درسته برای اینکه ماهایی که سرکارمون برای مثال با کتاب هست، فکر میکنیم باید افکار ایده ها مهم هستن و غیره، بدون شک مطلوب من و شما نیست، ولی من فکر میکنم این شده بخشی از واقعیت اون جامعه و ماها به عنوان کسایی که در حوزه علوم اجتماعی سر و کار داریم باید بیش از مذمت کردن این مسائل یه مقدار بفهمیم که دینامیزم این حرکت ها چیه، مردم چرا به این طرف جلب میشن و راهکارهایی که برای تغییر کمی و کیفی در اون ایجاد کردن از درون خود این مسائل میتونه چگونه باشه. خب این سوالی که آقای بروجردی مطرح کردن، آقای سرکوهی ممکنه پاسخ بفرمایید؟ ببینید اولا من تعجب میکنم آقای بروجردی نمیدونم میگن در کار اجتماعی کار کردن اینا. من در ایران زندگی کردم، از حرفای ایشون من زندگیشون رو فکر کنم ایشون در ایران دیکتاتوری زندگی نکرده، حالا کردنم متوجه دیکتاتوری نشدن، یه جوری بوده که ایشون متوجه نقش دیکتاتوری در عرصه فرهنگ نشدن. همه تلاش صحبت های ایشون اینه که وضع طبیعی، یعنی ایران هم مثل آمریکاست، ایران هم مثل اروپاست، نه خیر نیست. ما با سازمان های امنیتی در ایران روبرو هستیم که فرهنگ رو ریل گذاری میکنن، این در اروپا نیست. من یک نکته بگم که ایشون گفتن بله همیشه بوده که سلبریتی ها در اروپا هم مثلا خب جایزه اسکار مرتبط قرار میگیره، نمیدونم زندگی هنر پیشه لباس چه بله همیشه بوده. اصلا این پدیده جدیدی نیست که ایشون میگن پدیده جدیدی در ایران. در ایران گذشته هم زمان شاه هم اینجوری بوده که ما کتاب های پرفروش داشتیم، مثل کتاب های حسین قلی مستعان، جواد فاضل، صادق هدایت هم داشتیم، نمیدونم فیلم فارسی داشتیم که خیلی پرفروش تر بود از نمیدونم سینمای مستقل آوانگارد خلاق ایران، تئاتر لاله‌زار داشتیم که خیلی پر مخاطب تر بود از تئاتر سنگلج یا از کارگاه. میچن امس که اطلاع ندارن فکر من یه چیز جدیدی، نه این یه چیز جدیدی نیست، در خود اروپا و آمریکا یه چیز جدیدی نیست، همیشه اینجور بوده. بعدم نکته بعدی هم من بگم بعد برم در پایان سال شو. اشاره کردن به مکتب فرانکفورت، من گفتن مارکوزه، منظورشون آدرنو بود و منظورشون بحث صنعت فرهنگ بود. ایشون ما چپا همیشه میگفتن که به اصطلاح تولید فرهنگی وقتی به صورت کلیشه‌ای و انبوه در بیاد تفکر رو در آدمی میکشه، انگیزه فکر کردن رو میکشه، لذت بردن از فرم رو میکشه. اما این و ما باید تلاش بکنیم که مردم هم ارتقا پیدا بکنن، یعنی به اصطلاح مخاطبان این نوع صنعت فرهنگ، تا بتونن از هنر، برای که هنر مخصوصی عده هنرمند روشن فکر نباشه، لذت بردن از رمان خوب رو برای همه ممکن بکنیم، لذت بردن از مجسمه خوب برای همه ممکن بکنیم، نه اینکه بگیم خب اینا رو بریم مطالعه بکنیم از اون نگاه بالا و بعد ببینیم چه جوری اینا چه جوریان. بله مطالعهشون باید بکنیم، اما انتقاد از صنعت فرهنگ، انتقاد از تولید انبوه کلیشه‌ای صنعت فرهنگ برای این هستش که ما راههایی پیدا بکنیم برای ارتقا فرهنگی. اما نکته‌ای که گفتین، ببینید من گفتم همیشه اینجور بوده که یه عده به اصطلاح سلبریتی بودن، پرفروش بودن، چی بودن، اما اون چیزی که در زمانش حتی متأسفانه دیکتاتوری شاه بود و الان نیست اینه، در اروپا هم همین هست. اما در کنار این مثلا به قول شما سلبریتی های بی سواد یا ستارگان سینما یا چه و چه، فرهنگ هست. یعنی در همین آلمان بله ایشون درست میگن مردم به یک فوتبالیست که مثلا با کی ازدواج کرده بیشتر خواننده داره، اما در اینجا در مدارس داستان خونی نویسندگان مهم رو دعوت میکنن، در مدارس برن داستان بخونن، پول بهشون میدن، بحث میکنن، در دانشگاه همینجور، در کنار نشریات پرفروشی که همین بحث های به اصطلاح چیز رو میذارن، نشریاتی وجود دارن که اونام کم فروش نیستن که بحث ادبی فرهنگی میذارن. در ایران مسئله اینه، من تمام حرفم اینه که ایشون با همش میخوان یه جوری بگن که ایران هم خب کشور مثل اروپا اینا، نه خیر نیست. در ایران اینه بخشی حذف شده، یعنی عرصه فقط بر آماده شده. ببینید ما در من یه مثال بزنم اینجا نوشته بودم، اجازه بدین یه دقیقه. ما در ایران میبینیم که عرصه حذف شده، یعنی ما در سینما مثلا دیگه امکان مثلا خلق فیلم خوب رو گرفتن، یا مؤسسه مثلا وابسته به نهادهای اطلاعاتی مثل مؤسسه موج میاد و فیلم های سیاسی مشخص میسازه، یا مثلا تئاتر، شما نگاه میکنین تئاتر رو اومدن گفتن که نمایشنامه خارجی بگیرین اسلامیزه بکنین، یک برنامه اطلاعاتی امنیتی طبیعی نیست. تمام حرف من اینه که در فرهنگ ایران امر طبیعی نیست. شما نگاه بکنین مثلا در همین گفتن که سلبریتی های نمیدونم عوض شدن، بله، اما در همه عرصه ها شما در کتاب ها همه سانسور میشه. خب وقتی کتاب سانسور میشه بعد آثار بی ارزش رو ترویج میکنن. بعد شما نگاه کنین یه نمونهش همین سرود ایران رو نگاه بکنین دیگه، یارو اومده یه شعر گفته که حتی
اینا بعد از چه دستور زبانش غلطه، به جای اون شعر زیبای حسین گل گلاب، نمیدونم در حسین گل گلاب ایران مال همه است، مال مردم ایران، سرزمین مهر، سرزمین هنر، در این قبر امام رضا مرکز ایران هستش و ایران مال صاحب زمانه. بعد نگاه بکنین در مثلا تا چیکار کردن، همه میگیرن تمام به اصطلاح نمایشنامه خارجی رو تغییر میدن، سانسور میکنن، اسلامیزش میکنن با تعلیمات اسلامی. در مورد سینما شما با فیلم های مثل طرف این که یا مؤسسات اطلاعاتی میسازن مثل همین ناجرای نیمروز و چه و چه، که یا اینکه فیلم هایی که به اصطلاح خودشون میگن کمدی که پول در بیار باشه و توش هم تبلیغات سیاسی میکنن مثل فیلم خوکمانی حقیقی. در روزنامه نویسی شما برید نگاه بکنید، چون نگاه نمیکنن چند تا خبرگزاری مهم پارس و اسلام چی و چی رو نگاه کنید، متنی که می نویسن در مورد خبر یک تئاتر متن واحدی، حتی غلط های املایی هم دیگر تصحیح نمی کنن، یعنی خبرنگار هیچ کاری نمی کنه، بخشنامه رو برمی داره منتشر میکنه، حتی در مورد خبر تئاتر، خبر نمایشگاه، نقاشی ما رو به زوال کشوندن، اینا اومدن نقاشی ما رو به پول، آقا تموزه به پول بدل کردن تو حراجی ها و اینها، و بعدم آثار خوب رو اجازه نمیدن، نقاشان خوب منزوی کردن، خفه کردن. من نمیخوام اینجا بشینم شکایت کنم، ببین کار به جایی کشیده که در جشنواره فیلم فجر که مهمترین جشنوارهشون هست نامه می نویسه به همین امسال کردن به قوه قضاییه که تعدادی از این فیلم ها اینجا پولشویی هست، کثیف‌ترین کار مافیایی، به ما اطلاع بدین اسمشون چیه، سریال های پولشویی دیگه، دادگاه ها مشخص. منظور من اینه در ایران نهادهای امنیتی ریل گذاری کردن و وضعیت رو از حالت طبیعی که آقای دکتر میگه خارج کردن، یعنی رقابتی که ایشون گفتن در ایران رقابت شده، نه خیر، رقابت رو حذف کردن. در اروپا بین فرهنگ بیمایه و فرهنگ متعالی رقابت است، بین سیاست‌های گوناگون رقابت است، و این رقابت توش نهادهای امنیتی دخالت مستقیم نمی‌کنه. چیزیشون نمی‌خوان به توجه بکنن به آدم سوچ. حالا بعد از این توضیحی که فرمودین، سوال آقای دکتر بروجردی این بود که من عرض کردم که سوالو گفتن که من دیگه از وقت صرفه‌جویی کنم سوالو نکنم. صحبت این بود که از این وضعیت، خب این صحبتایی که شما کردین یعنی اینکه نظام حاکم با تمام توضیحی که شما دادین جوان جامعه ایران رو، از یعنی همین جامعه جوان ایرانه که از هر سه نفرشون یه نفرشون سنشون بین 15 تا 30 ساله، این جامعه رو در مورد فکر کردن به آینده جمعی پر از عدالت و رفاه و انسانیت بی انگیزه کرده. خب این سیاست حاکم و این فرهنگ حاکم بوده است در این 40 سال که یه همچین وضعیتی رو به وجود آورده. این خب حالا خب اگه دلیل دیگه ای میخواییم بگیم فقط یه دقیقه خواهش میکنم، چون وقتمون بسیار محدوده، ولی بحث بر سر این است، از این وضعیت چگونه میشود رها شد؟ بفرمایید. اولا خب یکی از دلایل سیاست‌های حاکمی که کم نگیریم در جامعه که همه عرصه‌های فرهنگی دست حاکم است، و بعدم یکی از دلایلش خود اقتصاد رانتی حاکم بر ایناست که باز هیچ ربطی به اقتصاد اروپا و ایران نداره، یعنی کسانی که میگن اینجا مثل اوناست در واقع دارن توجیه میکنن، اقتصادی است که درام نفت میاد تقسیم میشه، توزیع میشه بین کسانی که به قدرت نزدیکن، یعنی باندهای قدرت و ثروت، این رقابت سیاسی هم بینشون رقابت با باند سیاسی قدرت، و وقتی که مردم میبینن، جوانان میبینن که کسی که یک شبه یارو پولدار میشه، شما نگاه کنین دیگه، میلیاردهای در میاد دیگه، گندش بالا اومده دیگه، میره خبرهای خود رو رجلات رو بخونین، وقتی جوانها اینو در عمل میبینن، طبیعتا نظام ارزشی جامعه، یعنی تخریب نظام ارزشی جامعه به دلیل مناسبات اقتصادی اجتماعی موجود مهمترین دلیلش هست و حذف رقابت ها. حالا چگونه میشه از این وضعیت نجات پیدا کرد؟ من نسخه ای ندارم که بیام بگم که جامعه ایرانی چگونه میشه از این وضعیت نجات پیدا کرد. اینا میگن که همین وضع قبول بکنین، بیاین حالا شما مخالفه اینین، خب حرف خودتون چیه؟ شما مخالفه؟ حرف من اینه، لایه های مختلف جامعه دارن خودشون رو، یعنی این وضعیت الان داره به یک جایی میرسه که لایه‌های مختلف و معترض جامعه، کسانی که از رانت ها بهره ندارن، کسانی هست شدگان دارن خودشون سازماندهی میکنن، دارن اعتراضات خودشون بیان میکنن، عده ما تا حالا دیدیم، راه حل این است که لایه‌های مختلف جامعه خودشون سازماندهی بکنن، و در سازماندهی و عمل سیاسی است که تفکر سیاسی ارتقا پیدا میکنه و تفکر فرهنگی هم ارتقا پیدا میکنه. آقای دکتر بروجردی نظر شما چیه؟ راه حل چیست برای گذار از همون سوالی که خودتون کردین جواب بدین خواهش میکنم. عرض کنم که اجازه بدین من اینو به این شکل مطرح بکنم که ببینید، به نظر من همون چیزی که گفتم
اختلاف شاید اساسی که صحبت من با جناب سرکوهی داره این است که ایشون با چندین بار تکرار کردن این کلمه ریل گذاری به نظر میاد که فرهنگ رو فقط خلاصه میکنن در آنچه که دولت، یک دولت سرکوبگر، دولتی که بدون شک مستبد هست، بدون شک سانسور میکنه و غیره، واقعا این عرصه رو در اختیار گرفته. به نظر من اصلا اینجور نیست، نه در زمان شاه اینجور بود، نه امروزه در جمهوری اسلامی. در قبل از انقلاب با سانسور شاه مجلات خوب، فیلم‌های خوب غیره میومد، مجله فردوسی چاپ میشد غیره و غیره. در بعد از انقلاب با تمام ریل گذاری که ایشون مطرح میکنن، باز هم ببینیم که سرشاخهای فرهنگی که این جامعه داره بهشون احترام میذاره کدوم هست؟ اینها فراورده های جمهوری اسلامی نیست. اگر مردم امروزه کماکان به شاملو، به سایه، به فروغ فرخزاد، به عرض کنم سیمین بهبهانی و غیره دارن ارزش میگذارن، پس برابری نشون میده که ریل گذاری جمهوری اسلامی توفیق چندانی هم نداشته. یادمونم نره اینجوری نیست که یک واقعا بخوایم با یک دید سیاه و سفید مسئله رو بگیریم که فقط این چیزی که بوده در این 40 سال سیاه بوده. نه تنها کارنامه مثبتی که خود ایشون در مجله‌های مثل آدینه و اینا داشتن نشون میده که کارهای بسیار خوبی شده، چون به نظر من سطح بحث‌ها خیلی بالاتر از گذشته رفته، بلکه بیایم مثلا دو تا فیلم که بسیار در ایران محبوب شدن، یکی قبل از انقلاب یکی بعد از انقلاب، در نظر بگیریم به عنوان یه نمونه. درسته فیلم قیصر رو در قبل از انقلاب و فیلم باشو رو در بعد از انقلاب. خب آیا باشو فیلمی نیست که در همین شرایط سانسور به قول آقای بیضایی 3 سال نیم توقیف هست و غیره، ولی میاد از ارزش‌های انسانی صحبت میکنه که بسیار اتفاقا فراتر از اون فیلم محبوب قیصر قبل از انقلاب است. من میگم، من مخالفتم این است که با این نوع سیاه و سفید دیدن، من میگم جامعه ایران داره پوست میندازه، لایه‌های بیشتری درش صورت میگیرن، این تقابل تجدد و سنت داره هرچی بیشتر شکل میگیره، ایدئولوژی قدوسی بودن گذشته خودش رو از دست داده، بنابراین نمیشه از نسل جدید تقاضا کرد که همون شکلی که روشنفکران دهه 1330 و 40 و 50 ما این مسائل نگاه کردن، بخواییم اونها همون عینک به مسئله نگاه بکنن. به نظر من قاصد غیر منطقی هست برای در نظر گرفتن آنچه امروز داره رخ میده توی هر جامعه. بسیار اجازه بدین یه تیکه از صحبت دکتر یوسف عبازری، استاد دانشگاه و جامعه شناس در ایران رو پخش بکنیم که برای نخستین بار شاید موضوع ابتذال فرهنگی به ویژه جوانان رو آورد بیرونی کرد، گفت بهشون، یه تیکر گوش بدیم. درباره زمانی است که سال 95 پاییز 93 ببخشید که پاشایی خواننده محبوب بسیاری از جوانان فوت کرده بود و تشریانزه وسیع برگزار شد و عبازر اومد سخنرانی کرد. خواهش میکنم ببینید. مسائل حقیقی سیاسی مطرح نشه با توسل اتفاقا به مسائل شبه سیاسی، از اقتصاد استفاده کنه که مسئله است به شدت سیاسی که اتفاقا سیاست رو بزنه کنار، از خواننده پاپ و راک استقبال میکنه برای که مسئله سیاست رو بزنه کنار، از کنفرانس با چیز اتمی که قرار داره انجام میگیره یه کاری میکنه که مردم کاری به کارش نداشته باشن سیاست زدایی بشه. ماجرا ساده است، هم مردم و هم دولت در یک اتحاد، حالا شما استوزید مقدس یا نامقدس کاری ندارم، همین آیدنتیفای هم فکر با خود رو با هم یه دارن آیدنتیفای میکنن. ما تا کجا؟ در اینجا این موسیقی این آقا در برابر آرمان های اولیه انقلاب اینا چه جایی داره؟ هیچ. ابتذال و سقوط و مردم و دولت با هم دیگه دارن این سقوط رو انجام دادن. وحشت من از اینه که این ماجرا، من اسمش یه پوپولیسم و حال حالا هر چی بخواد بزنه من کاری ندارم، یه چیز شبه فاشیستی درش هست که من ازش وحشت دارم، نه به دنبال نمیدونم هویت جدید و از این حرفا، نه، این یه ترس متقابلی که افراد رو مثل درست افرادی که از هم دیگه میترسن پریدن تو بغل هم دیگه نترسن و این یعنی سیاست زدایی. خب این سیاست زدایی آیا همون است که آقای بروجردی، معذرت میخوام، ما تا آخر برنامه فقط 3 دقیقه وقت داریم و 1 دقیقه شو که شما بیشتر صحبت کردین الان بفرمایید که آیا این همون سیاست زدگی است که شما میگین، یعنی این پوپولیسم که حکومت و مردم دست به دست هم دادن و جامعه رو به اینجا رسوندن از نظر فرهنگی، یا شما میگین اینا حرفای پرتی؟ ببینید،
ببین من فکر کنم آقای آقازاری حق داره به عنوان یک روشنفکر این تلنگه رو به جامعه بزنه که آقا چرا قید سیاست رو زدید، اما من با تحلیل ایشون موافق نیستم که این رو دولتی میبینه و فکر میکنه که دولت مردان هستن که دارن این کار رو میکنن. بنابراین به قول ایشون ما افتادیم به ورطه موسیقی مبتذل و مسخره و احمقانه، واژه‌هایی که ایشون در اون صحبت ازشون استفاده میکنن. من میگم که مسئله یکم فراسوی این رفته است. آیا نمیخوایم بپذیریم که این نسل اومده کشتی فکری هم گرفته، با اون آرمان‌های گذشته محدودیت‌هاشون رو دیده، حالا شاید هم داره به پوزخندی به ماها نگاه میکنه و میگه این ایده های ساده شما بود که میخواستین باش مدینه فاضله بسازید. بسیار خوب. آقای سرکوهی خواهش ما هم باز 2 دقیقه وقت دارین، تمنا میکنم کوتاه جواب بدین که در اینو بس. که جوان آرمانخواه دهه 50 سرنوشتش امروز اینه، چرا باید جوان امروز از جوان آرمانخواه دهه 50 یاد بگیره؟ ببین اول من اینو بگم که نمیتونم نگم آقای جزایری میگه تاکتیکی دارن که خیلی تاکتیکی به نظر من بده و اصلا هم نمیدونم ایشون دانشگاهی اصلا خیلی عجیبه، ایشون حرفای دیگرون رو عوض میکنن بعد وقت بعد من میگن که اینا اینو گفتن رد میکنن. من نگفتم که ریل گذاری فرهنگی یه حکومتی تنها دلیلی هستش که در ایران فرهنگ رو به این روز رسونده، من گفتم اینم یکی از دلایلش هستش. بعدشون شروع کرد، بعدم آقای عبازری هم نگفتش که این داستان به اصطلاح رواج ابتذال، رواج فرهنگ مبتذل ایران حکومتی هست فقط، که باز ایشون گفتن، ایشون نمیدونم دونکی شد، ما گفتیم بحثای دونکی، یعنی حرف یارو رو عوض میکنن یه حرف دیگه به جاش میزنن که بتونن راحت ردش کنن، بهتره گوش بدن. دوم این که اما در این نکته که به اصطلاح واقعیت این هستش که سطح فرهنگ جامعه، این دیگه خود روزنامه‌های اصلاح طلبی که آقای میگن نشانه تحول مدام دارن می‌نویسن، کارگاه‌های داستان نویسی رو به داستان نویسی ایران در 2 دهه اخیر همه دیگه، حتی خود اونایی که جایزه میبرن میگن که شده یک داستان نویسی آبخارتمانی بی ارزش که خودشون نمی‌خونن، تیراژ کتاب به 300 تا رسیده. من نمیخوام بگم که فرهنگ مقاومت وجود نداره، آثار بسیار خوبی داره خلق میشه. ایشون مثال زدن قیصر رو با شوغریبه کوچک، بعد نگفتن که الان بهرام بیضایی کجاست و چند سال بهرام بیضایی اجازه فیلم ساختن نگرفته، در حالی که مؤسسه موج مرتب داره سرمایه گذاری میکنه برای آثار بی ارزش، آثاری که تکنیک دارن اما فرم ندارن. بهرام بیضایی سال هاست که نه اجازه تئاتر بهش میدن نه سرکوهی بعد من وقتمون. من فقط یک نکته بگم، وقتمون تموم شده، بگین یه جمله بگین. بسیار، من خواستم بگم که جامعه داره پوست میندازه، این درسته و یکی از راه‌های پوست انداختن جامعه رها شدن از قید و بندهایی است که سانسور و استبداد و انحصار بر او تحمیل کرده. فرهنگ در رقابت رشد میکنه، نه در نهادهای دولتی و کسانی که در خارج کشور از این نهادها حمایت میکنه. ممنونم ازتون آقای فرج سرکوهی در آلمان و آقای دکتر مرساد بروجردی استاد دانشگاه سیراکیوز. و بنده پوزش میخوام از آقای دکتر بروجردی اگر اهانتی به ایشون شد، احیانا چون شما بسیار محترمانه با آقای سرکوهی صحبت میکردین ولی خب آقای سرکوهی کم عصبیان و البته توجیه پذیر نیست، بنده پوزش میخوام. خب بعد از همه این داستانو بریم پرده آخر. رئیس قافله اومد پیش جابه، گو آقا یه حرفی بزن، گم شدیم میخواییم بریم شام. یه گرگی اومد رد بشه، جابه اشاره کرد به گرگ وایسه، گرگ وایسه، به گرگه گفت این رئیس قافله به من میگه را رو گم کردیم، جاده شامو نشونشون بده کدوم طرف برن برسن به شام. گرگه یه دومی تکون داد و با دوتا دستش بلند شد راه رو نشون داد، رفتن رسیدن به شام. شب و روزگار خوش.